بسم الله الرحمن الرحیم. درس دوم تجوید خود شروع میکنیم. بخیر، شاید بعضی سوال داشته باشه که علم تجوید چی وقت به وجود آمد؟ آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم در زمانش تجوید بود یا نبود؟ ما این را میفهمیم که وقتی که قرآن به پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شد، جبرائیل علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه وسلم قرائت گفته رفت و پیامبر صلی الله علیه وسلم حفظ کرد و صحابی هایی که در چارگردش بود او هم حفظ میکردن و مور قمه که شنیده بودن. آیسته آیسته از صحابی ای به تابعین رفت، به اون مور قم حفظ، به اون مور قم تجوید، به اون مور قم قرائت، باز به تبع تابعین رفت. بعد از اینکه در تبع تابعین رسید، در اینجا دیگه یک کم و تم قرائت ها فرق کرد و لهجه ها فرق کرد و قاری ها ارسونی که رفتن تعدادشان به اندازه کافی نبود که به مور قمه که شنیده بودن به مور قم ای تلاوت برسانن، مجبور شدن که قرائت ها را جمع آوری کنن و یک عالمی که متولد هرات خراسان سابقه به نام ابو عبید القاسم بن سلام الخراسانی الهروی، ای که یک عالم و مؤلف کتاب های حدیث، فقه، تفسیر و قرائت بود و تعلیمات خود در بصره کرده بود و بعدا در سعودی وفات یافت، ای در کتاب خود امی 25 قرائت جمع‌آوری کرد و کتابش به نام کتاب القرائات یاد میشه. 25 قرائت قاریان جمع کرد و تمامش ریکارد کرد و همی هفت قرائت متواتر را که ما به نام سبع قرائت میگیم، یم شامل همی 25 قرائت بود. و در کلیپ های بعدی باز ما راجع به این صحبت میکنم که فرق از این هفت قرائت با دیگه قرائت ها چی بود یا خود همی هفت قرائت با هم چی فرق دارن. میریم بالای حروف عربی. حروف عربی که از شامل 29 حرف است، علمای بصره میگن که نه 29 نیست، 28 است. الف و همزه را و یک حرف حساب میکنن، اما علمای دیگه میگه که حروف عربی 29 حرف است و الف علایده است و همزه علایده. خب مشکل ما اول امی است که ما باید تلفظ درست حروف عربی را به قسم عربی تلفظ کنیم، نه به قسم فارسی و دری یا به قسم پشتو. در مکتب وقتی که ما علوم دینی میخواندیم، ما برای ما اینمی حروف عربی را حروف عربی را برای ما به عربی تلفظ نکرده بودن. از این خاطر ما قرآن که میخوانیم نیم فارسی میخوانیم، نیم عربی میخوانیم، نیم رقم گدوت میخوانیم. بهتر است که من گفتم که امینجا می حروف عربی را من یک بار نوشته کنم و یک تلفظ میکنم که بفهمیم که فرقش چی است. من می 29 حروف میخوانم براتون. الف ب ت س جیم ح خ دل ذل را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزه و یا. در همینجا ببینید که ما 8 حروف رنگش سبز کردیم. ای را به نام حروف استعلا یا حروفی را به نام حروف مفخم هم یاد میکنن یا حروفی است که همیشه پر خوانده میشه. مثلا خا، خا، صاد، داد، تا، زا، غین و قاف.
ری کما که از خود قوانین علایده داره که او هم در اینجا رنگش سبز کردیم که او هم پر خالی خوانده میشه. اما بجز از دی 8 حرف بجز را تمام از این حروف هفتانه دیگه ای پر خوانده میشه. کیره به نام حروف استعلا یاد میکنن. قسمت دیگه که ما میخواییم سرش بحث کنیم یا شرح کنیم ای است که موضع و مخارج حروف. مخارج حروف در کجاست و موضعش در کجاست. موضعش مطلبش از موقعش است که حروف از کجای وجود خارج میشه. مطلب کلش خواهد از امی سر و کله و گردن خارج میشه خواهد از کجا. 5 موضع وجود داره که ایره بنام مخرج العام یاد میکنین یا مخرج عام حروف که عبارت از حلق است، زبان است، لبان است، جوف دهن است و بینی است. از حلق 3 مخرج است، یعنی در حلق ما 3 قسمت داریم که حرف ازش خارج میشه. در زبان ما 10 مخرج داریم، یعنی زبان یک بار بالا میخوره، یک بار پایین میخوره، یک بار در نوک دندان میخوره، یکی را در پشت دندان میخوره، یک بار در بغل دندان میخوره. در می ار باری که در ار کنج دهن و دندان امی زبان میخوره از خود یک صدا را میکشه که اونمو را به نام مخرجش یاد میکنن. یعنی زبان 10 مخرج داره و لب 2 مخرج داره، جوف دهن 1 مخرج داره و بینی هم 1 مخرج داره و مجموعا تعداد مخارج از 10 و موضع یا موقعیت هایی که این مخارج ازش میبراید ای از 5 که حلق است، زبان است، لب است، جوف دهن است و بینی است. انشالله در کلیپ های بعدی باز راجع به مخارج حروف صحبت میکنیم. و السلام علیکم.